آقای دکتر مجتبی شکوری، سلام. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران. ارادتمندم. موضوع میکنم. این برنامه‌مون چیه؟ یه جوری ادامه موضوع ما تو برنامه گذشته. ما تو برنامه گذشته در مورد موضوع حرف زدیم، مردم هم خیلی دوست داشتن. خود شما هم دوست داشتین. من خودم هم بهم خیلی چسبید. و اون این بود که در مورد کمدی و تراژدی حرف زدیم. گفتیم که دو جور نگاه به جهان، به انسان ممکنه. نگاه تراژیک و نگاه کومیک. تفاوت اینا رو با هم گفتیم و گفتیم خوبه که نگاه ما به سمت کومیک باشه، یعنی با پذیرش واقعیت موجود در جهان اندک روزنه هایی که برای عمل وجود داره رو در واقع بالفعل کنیم، روش کار کنیم و اینطور بتونیم شاید جهان رو، دنیا رو و رنج رو بهتر طاقت بیاریم. یه کتابی من امروز آوردم با یه عنوان خیلی شوکه کننده و یه محتوای خیلی فوق العاده. کتاب خیلی هم داغه، یعنی تقریبا الان تا زمان ضبط برنامه شاید 10 روزه از چاپ در اومده. عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست، مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها رو بر نمیتابد. مگان دیواین، ترجمه سید سارا زرقامی و آرزو مومیوند. واقعا چه عنوان عجیبی داره. آره. عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست. دقیقا عنوان انگلیسیش هم اینه: It's okay if you are not okay. عیبی ندارد اگر حالت خوش. و کتاب قصه جالبی داره. میگن دیوان روانشناسه، ولی یه اتفاق شخصی برای خودش رخ میده. اون اتفاق در واقع جرقه نوشتن این کتابه. اون همسرش رو در واقع از دست میده، یعنی همسرش غرق میشه و تمام لحظه های پایانی زندگی همسرش او اونجاست، یعنی داره تماشا میکنه آخرین نفس هاش رو و خیلی دشوار. و بعد در تمام کتاب به این اشاره میکنه که من بعد از این حادثه نگرشم به رنج، به انسان، به تاباوری کاملا متفاوت شد. جای جای کتاب به طرزی شاعرانه میگه از همه مراجعانم که قبل از مرگ شوهرم به من رجوع کردن، همه به اونا گفتم باید خوب شی، باید بازسازی شی، باید یه کارایی بکنی، از همه اونا عذرخواهی میکنم، چون وقتی خودم رنج رو و سوگ رو تجربه کردم فهمیدم که واقعا دردیست غیر مردن آن را دوا نباشد. یه چیزیه که به راحتی تئوری‌های روانشناسی درمان نمیشه، چیزی عمیقه. و خیلی جالبه که مصرع دوم این شعرم تایید حرفای خودتونه. پس من چگونه گویم این درد را دوا کن؟ دقیقاً در واقع باز با نگاه کومیک و تراژیک همین عنوان کتاب رو ببینیم، بعد چیره بزنیم تو خود مباحثش. نگاه تراژیک اینه که اگه حالت خوب نیست باید یه کارایی بکنی که درست شه. قهرمان محور، در آرزوی نظم، کنترلگراست، میدونید، همگراست، یه پاسخ باید پیدا. اما تفکر کومیکه که میگه بعضی وقتا انقدر یه رنج به ما شدید حمله میکنه که ما زورمون بهش نمیرسه و عیبی نداره اگر حالمون خوش نیست. بعضی درداغا سر جوری قلب رو تکه تکه میکنن که هر چقدر ما بند بزنیم اثرات این شکستگی روی این در واقع قلب باقی میمونه. کتاب در مورد این حرف میزنه. اما قبلش ما در مورد یه نکته حرف بزنیم. ببینید آقای صد، فرهنگ مدرن در واقع سوگواری رو و غم رو به رسمیت نمیشناسه. ببینید یه نگاه به آیین‌های سوگ در طی میلیون‌ها سال در تاریخ بشر بکنیم، همه‌شون جایی دارن و آیین‌هایی دارن که اون اشخاصی که سوگ دیدن رو مواجه می‌کنن با اندوه، و آیین‌هایی دارن که او رو کیر می‌کنن، مراقبت می‌کنن، بهش زمان میدن، اندوهش رو به رسمیت می‌شناسن برای اینکه اون بتونه خودش رو التیام بده. ولی فرهنگ مدرن اینطور نیست. اگر ما سوگی رو در جهان مدرن تجربه می‌کنیم، یه بنر رو ورودی شرکت میزنن که مثلا در گذشت فلان کس تسلیت باد، و دو هفته بعد انتظار دارن ما سرپا و سرحال همون آدم سابق بشیم، در حالی که اینطور نیست. آدم ها برای التیام زخمی مثل سوگ به زمان نیاز دارن و این زمان باید به رسمیت شناخته بشه. خب کتاب در واقع در مورد چیزیه که به نظر من بزرگترین رنج جهانه و اون رنج سوگه. و مگان دیوان معتقد سوگ امتداد عشقه. میگه میدونید اگر درد داره از دست دادن عزیزی، برای اینکه ما روزی عاشق بودیم و عاشق هستیم و در آرزوی تکرار اون رابطه ایم، حضور اون آدمیم. میدونید سوگ از این جهت امتداد عشق. حالا فقدان لزوماً به معنی و سوگ به معنی مثلا فوت
نیست دیگه. کسایی که رابطهشون هم از بین رفته دقیقاً، یه رابطه‌ای که روزی بسیار 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 دلنشین بوده به هر علتی تمام شده. آفرین. اون علت میتونه طلاق باشه، مهاجرت باشه، چیزای مختلف باشه، یه درگیری مثلا خانوادگی باشه. من یه کوچیکی براتون بگم، یه خیلی تجربه. چقدر خوبه که میگین. آره، چون شاید حالا بر بیننده هام جذاب باشه، اتفاقی که تو همین یک دو هفته اخیر بر من افتاد خیلی ملموس و چیز میگم، خیلی کوچیک بود ولی بر من بزرگ. خیلی خوبه که میگین. من تو همین یکی دو هفته اخیر توی برنامه تلویزیونی پر بیننده شرکت کردم و اونجا ازم خواستن که یه غزل حافظ رو بخونم. بله، من دیوان حافظ رو باز کردم و خیلی هم با خیال راحتی که میخونم. تو چهار خط 17 تا غلط داشتم. ای وای. خب یعنی توپق اشتباه اینا. وقتی برگشتم خونه خیلی دلخور بودم پیش خودم. دلخور بودم، گفتم عجب آبرو ریزی شد، چقدر بد شد، چرا من نتونستم اینو بخونم. یه نگاهی کردم تازه پیغاما رو نخونده بودم. پیغاما رو که خوندم دیدم مجری کتاب باز همش داره میگه سعدی بخونید، حافظ بخونید. شما خیلی حافظ میخونید چجوری؟ میگم اگه یه دونه غلط بود یا یه دونه توپو نه. بعد خیلی فکر کردم، خیلی خیلی خودم اول داشتم ملامت میکردم، غصه میخوردم اینا، گفتم که من بد خوندم، نباید اینو چیز کنم، که نباید ازش فرار کنم، خراب کردم. گفت بعد به خودم گفتم که یادم باشه که دیگه من هیچ وقت هیچ برنامه‌ای به خصوص تو کتاب باز یه وقت اسم حافظ نیارم، یه وقت بیتی از حافظ نخونم، یه دفعه اسم سعدی نیارم. بعد گفتم چرا داری از این ور به مسئله نزدیک میشی، سعی کن باز حافظ بخونی و بیشتر بخونی و یادت باشه که حافظ رو اشتباه میخونی، درستتر بخونی، اینقدر درستتر سعی کن بخونی که دفعه بعد به جای 17 تا غلط تو 4 بیت بکنی 16 تا، بعد بکنی 15 تا، بعد شاید یه روزی با 2 تا دونه غلط هم تونستی یه غزل رو تو جمع بخونی. و دوباره دارم میخونم، ببخشید من بازم حافظ میخوام بخونم و بازم میخوام توصیه کنم حافظ بخونید و بازم توصیه کنم سعدی بخونید و بازم مثل من سعی کنیم که از اشتباهاتمون نترسیم، اشتباه بکنیم و بریم جلو. خیلی عالی بود، برای من خیلی درس بود. میدونید یعنی این که شما اینقدر شجاعانه آسیب پذیریتون رو نشون میدین و اینقدر خودتونین و اینقدر راحت و این فوق العاده، این لطف چقدر من از شما یاد. و باور کنید من توی مدتی که شما رو میشناسم بدون تعارف، یه چیزی از شما که جذاب برای من همینه که شما شجاعانه با تمام ضعف‌ها، قدرت‌ها و ویژگی‌های خودتون. نه واقعا همینطور، ارادتمند، برای من درس خیلی. بریم سراغ کتاب. در واقع همینه، یعنی جمله حرف شما اینه که عیبی نداره اگه گاهی غلط می‌خونی و اگه ما رنجی می‌بینیم عیبی نداره اگر حالمون خوش نیست. آقا صد باید بدونیم که بعضی رنجا تو دنیا انقدر شدیدن که نمیشه از میانشون رد شد، بعد مدت طولانی در میان رنج چادر زد. میدونی بعضی رنجا رو نمیشه حل کرد، باید به دوش کشید، باید تحمل کرد و سود واقعا از اون رنج هاست. من آدم های مختلفی رو میبینم این ور اون ور، باشون حرف میزنم، شاید 50 سال از یک سود گذشته، ولی میگم آیا حل شده؟ آیا خوب شده؟ آیا کاملا برطرف شد؟ و میگن نه هرگز. خود شما تجربه سوگ دارین، هرگز خوب نمیشه واقعا. و من میخوام بگم دنیای ما این خوب نشدن به رسمیت نمیشناسه. فقط آدم باش کنار میاد. درسته، آدم کنارش به جای اینکه مقابلش وایسه و به جنگه کنارش وامیسته و باش حرکت آدم میکنه. به زیست مسالمت آمیز با اون اندوه میرسه، در واقع همیشه هست. ولی یه نفر به من میگفت قبلش اون وقتی رنج سوگ رخ میده مثل یه چاقوی تو قلب آدم، رنج دردناکه، انگار تکه پاره میکنه قلب ما رو، ولی بعد میگفتش که وقتی میگذره انگار به بخشی از قلب آدم تبدیل میشه. هنوز اونجاست، هنوز هست، هنوز خاطره، هنوز دلتنگی، همه اینا وجود داره، ولی شبیه چاقویی نیست که ما میخوایم درش بریم. ما به زیست مسالمت آمیز با اندوه میرسیم، ولی برای اینکه به اونجا برسیم قبلش ما باید اندوه رو به رسمیت بشناسیم. آقای سعد، غم، اینجور غمها یه رازی داره و رازش اینه که درمانش در به رسمیت شناختن اون غمه و اون رنجه. مثل زخمی که درمانش در خون
خون اون زخمه. برای اینکه خونریزی متوقف شه اتفاقا ما باید یه جای جلوی خونریزی رو نگیریم و خود اون در واقع باعث میشه که خونریزی قطع شه. در واقع حرف من اینه که دنیای مدرن ناتوان از درک درده. میدونید اصلا درد رو و غم رو به رسمیت نمیشناسه. چرا؟ ببینید برای اینکه تو 200 سال گذشته ما این افسانه تو ذهنمون شکل گرفته که اون مود سالم و درست یک انسان شادیه. میدونید پس هر سوگی، هر اندوهی قبلا اینجوری نبوده. نه نه، آدمو زندگی رو تجربه میکردن با تمام احساساتی که در زندگی بود. شادی، غم، اندوه. یه حسی که من زیاد میشنم اینه که انگار قدیم کمتر ناراحت میشد. دقیقاً به همین دلیل من میخوام بگم ما عملاً دچار یه شکلی از افسردگیم، یه شکلی از سوگواریم که درون وجود و روح آدم‌ها نشت کرده و تهنشین شده، چون به رسمیت شناخته نشده، چون ابراز نشده. یه لحظه مثلا باز به مکانیزم‌های در واقع دلداری یا التیام ما نگاه کنید. اولاً که ما دوره سوگ رو به رسمیت نمی‌شناسیم. اگه یکی کارمند یا شرکته، خیلی سریع انتظار داریم که بعد از سوگ، بعد از اون فاجعه، سرپاشه به روال عادی زندگی برگرده. اگه به روانشناس مراجعه می‌کنه و غمگینه و حالش خوب نیست، قبل مراجعه فقط غمگینه، اما بعد مراجعه روانشناس بهش میگه تو غمگینی و بیماری. میتونید گاهن بخشی از تزای درمانی روی اینه که خب تو افسردگی، ولی من میخوام بگم افسردگی بخشی از ماجرای سوگواریه که اگه به رسمیت شناخته بشه میتونه التیام پیدا کنه و آرام آرام بهتر بشه. مکانیزمای مواجهه ما با سوگ عملا معیوبه. ببین تمام دنیای مدرن دنیای داستانهایی با پایان خوش، با لحظه های رستگاری، ولی من میگم ما باید داستانهایی بگیم با شجاعت آدم ها ولی با پایان ناخوش، و سوگ یکی از اون داستان هاست. سوگ داستانی واسه هست که هر چقدر ما توش رنگین کمان یا پروانه یا گل و بلبل اضافه کنیم همچنان ناخوشه. میدونید ما نمیتونیم این رو میدونید بزرکش کنیم و تندیش و تیزیش و زهرش رو بکنیم. یعنی چی؟ یعنی سوگ رو بپذیرید و کنارش بیستید. به نظرم آره، به نظرم آره. ببین من سوگ به اون معنای بزرگ غیر از یکی از دوستان تجربه نکردم. آره، ولی خب ولی این خطریه که همه ما رو تهدید میکنه و این برنامه مال همه ماست، چون اونهایی که سوگ دیدن، چون اونهایی که هر روز با ترس سوگ زندگی میکنه. خیلی سخته، خیلی وحشتناکه و سختتر میشه وقتی ما خودمون رو وادار کنیم به اینکه زود خوب شیم، زود التیام پیدا کنیم. من باز با عنوان کتاب شروع میکنم، عیبی نداره اگر حالت خوش نیست، و این نگاه یه شجاعت دیگر رو در واقع توصیه میکنه. شجاعت یعنی ایستادن با قلبی که هزار تکه شده، ولی ایستادن با اون. شجاعت یعنی پنهان نکردن رنج زیر ماسک خوشبینی، یعنی پذیرش رنج. و من میخوام بگم تنها راه التیام سوگ پذیرش سوگه، و اینکه بدونیم قرار طول بکشه، قرار دردناک بشه. متاسفم آقای صحت که من که اینجا حرفای امیدوار کننده میزنم، تو این موضوعی که داریم در موردش حرف میزنیم باید بگم درد خواهد داشت و خوب نمیشه، شاید هرگز خوب نشه. و اگه راهی برای خوب شدنش یا التیام حداقلیش وجود داشته باشه، پذیرش همینی که قرار نیست ساده باشه، قرار نیست آسون باشه. خب ببینید باز از اینجا برم جلوتر، دو تا داستان در مورد سود وجود داره. یه سری داستانایی که تو دیگه خوب میشی، میری توی سود، یه معنایی پیدا میکنی، بعد کاملا بازسازی میشی، سود یا تو پشت سر میذاری، یه داستان برده. یه داستان دیگه هم هست، داستان باخته، اینکه تو سود میبینی و ویران میشی و داغون میشی و هرگز خوب نخواهی شد و این رنجی که الان میکشی همیشه با تو خواهد بود. من میخوام بگم ما به داستان سوم نیاز داریم، به یک سرزمین بی‌طرف، به جایی که نه صفر نه یکه، نه سیاه نه سفید، جایی خاکستری، جایی که سوگ درش به رسمیت شناخته میشه. ما کلبه‌ای در اون رنج، در اون سرزمین بی‌طرف میسازیم و همواره تا پایان زندگی گاهی به این کلبه سر میزنیم، اونجا حضور داریم، از بین نمیره، ولی قرارم نیست اونجا زندگی کنیم. میتونید خبر خوب اینه که سوگ تغییر ماهیت میده. آیا این درسته که بگیم که وقتی که مثلا برای فوت یه ده خیلی خیلی سوگوارن، یه ده میان برای دلداری میگن که راحت شد؟ آخ اینا بیشترین خشونتیه که علیه اون آدم میشه اعمال کرد، در صورتی که نه جای خوبی، یعنی نه اتفاق خوبی رفت براش افتاده، نه اتفاق بدی، درست اتفاق خوبی یا بدی نیفتاده، ولی
این اتفاق افتاده. درسته. و ما بعد اینو به رسمیت بده. باز ما مکانیزم ما اولا یه المپیک سوگواری را میندازیم. یعنی وقتی دوستمون عزیزمون سوگ میبینه، برای اینکه آرومش کنیم اول یه مسابقه را میندازیم که کی بدبخت‌تره. یعنی میگیم که این که چیزی نیست، من یه اتفاقی برام افتاده، از اینم دردناکتر. انگار یه المپیک سوگواریه که سوگوارترین آدم داره مدال میگه. این یکی از کارهای غلطه. یکی دیگرش اینه که از این بدتر هم میشد. طرف پدرش فوت کرده، میگن ببین ممکن بود مادرت هم فوت کنه. هنوز ببین تو اون لحظه اون آدم آمادگی شنیدن این ویژگی رو نداره. او پدرش رو از دست داده و این وحشتناکه. بخشن هی بسته هر بکنم. وقتی که خودم سوگواری رو تجربه کرده بودم، توی صحبتهایی که بهم میکردن برای تسلا دادن، یکیش برام بیشتر از بقیه دلنشین بود. اونایی که برام آرزوی صبر میکردن، میگفتن خدا بهت صبر بده. صبر چون خیلی سخت. اونایی که میگن که میدونیم درد داره، میدونی کاری نمیتونیم بکنیم، راه حلی ببین آقای صد، ما برای التیام سود به اصلاح یا توصیه نیاز نداریم، به همدلی نیاز داریم. این مهمترین نکته است که آدمایی که دورشون شخصی سوگواره بعد این فرصت رو بدن که اون سوگش رو به قصه تبدیل کنه، به کلمه تبدیل کنه، بهش جسم بده، بهش بدن بده، بتونه حرف بزنه و گاهی فقط با فشار دادن دستش بهش بگیم ما اینجاییم. هرچند هیچ کاری نمیتونیم بکنیم ولی اینجاییم، تو رو دوست داریم و سوگت و سوگ مهمیه. سوگو مقایسه نکنیم. میدونید اون آدم تو اون لحظه در لبه جهان ایستاده، در پرتگاه جهان، در دردناکترین شکل رنج قوطه‌ور شده. این که ما مثال بزنیم، این که بعضی و بازی نمونه دیگه، من تو اطرافم کسی فرزندش رو از دست داده، یه نفر داشت بهش میگه خب تو هنوز یه بچه دیگه داری. میدونی به اون لحظه میدونی این کمکی به اون آدم نمیکنه. عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست، این شاید بتونه به اون آدم کمک کنه. میدونید کنارش بایستیم و بذاریم اون قصه سوگشو بگه. اینی که بدترش رو تصویر کنن بگن میتونست بدتره، اینم که چون برای اون بدترینه. میدونید اون لحظه وقتی اون درون اون رنج داره، اگر یه لحظه ولی فکر کنه بدتری وجود نمیتونه فکر کنه. آخه نکته اینه که تمام روانشناسایی که سالها روی سوگ کار کردن میگن تو اون لحظه اون آدم نمیتونه، فقط این زخمی ترش میکنه. باز یه چیز دیگه مگان دوآین میگه، خیلی حرف جالبیه، خیلی میگه سوگایی که خیلی اتفاقیه، یعنی یه نفر یه رنج خیلی زیادی میبینه، تو تصادف کسی رو از دست میده، پیش بینی نمیشده عزیزش از دنیا بره و از دنیا میره، واکنش دیگران به این سوگ خیلی خشنه. چرا؟ میگه اونا معمولا با سرزنش شروع، حتما یه کاری کرده که در واقع این اتفاق افتاد. میدونین چرا آدم ها دور و بر این کار میکنن؟ چون احساس میکنن جهان چقدر بیبنیاده و چقدر عدم قطعیت توشه. ناگهان عزیزش سالم بود و از دنیا رفت. آدما تصویر سازی میکنن که پس برای خود ما میتونه رخ بده. با یه چیز خودشونو آروم میکنن که بگن نه، حتما اون یه اشتباهی کرده، حتما کار غلطی کرده، حتما پیر است و بی بنیاد از این فرهادکش فریاد. ولی اون آدما تو اون لحظه که همچین سودی میبینن، برای اینکه خودشونو آروم کنن به سودوار حمله میکنن. یعنی میگن لابد این مواظب نبوده، لابد کارایی کرده که این عقوبت. من که اون کارا رو نمیکنم، من که مواظبم و من و عزیزانم پس در امنیتیم. ببین چه ظرافتی تو حرف مگان دوآینه. در واقع وقتی سوگ رو تجربه کرده، این رفتارها و این بازخوردها رو از آدمها دیده و بازخوردهای دیگه. آقای صد ببینین، من میخوام بگم ما یعنی شادی اجباری، اینکه زود باش خوب شو، حالت بد خوب شه، یه جور خشونت علیه سوگواره. ما باید فرصت بگیم سوگ او فضا پیدا کنه. در واقع گستره سود به اندازه گستره عشق. هر چقدر ما کسی رو دوست داشتیم و از دستش دادیم، سودمون گسترده است و این باید به رسمیت شناخته شه. خب ما معمولا دردی رو که نمیگیم درون خودمون دفن میکنیم، چون جهان به رسمیت نمیشناسه این درد رو. به استراب، به افسردگی، به وسواس، به انزوای اجتماعی، به انواع این رنجها تبدیل میکنیم. پس اولین گام اینه که اگر در سودیم، اینو بدونیم که عیبی ندارد اگر حالمون خوش نیست. باز بذارید من این عیبی ندارد اگر حالمون خوش نیست و مستاق براش بگم. مثلا یکی از اتفاقایی که توی سوگ میفته، آدم ها حسی که دارن اینه که خیلی ها به خودکشی فکر میکنن. خب کسانی که سوگوار میشن، خیلی هاشون ممکنه به این فکر کنن که زندگی اصلا ارزش زیستن داره. من میخوام بگم همه کسانی که سوگو تجربه میکنن این حس رو دارن،
این به منزله این نیست که شما عقلتون از دست دادین، یا این به منزله این نیست که شما قرار خودکشی کنین. این فکری که میاد فقط باید بذاریم بیاد و رد بشه، مثل صدای آزاردهنده ماشینی که از پای پنجرمون رد میشه. میدونید بعد بذاریم رد شه. ببینید آقای سعد، نکته خیلی مهمی میخوام بگم. فانتزی مقدمه عمل نیست، فانتزی جایگزین عمله. ببینید اگر کسی فانتزی خودکشی میسازه وقتی در اوج رنج و سوگواریه، به این منظر نیست که این مقدمه عمله، میخواد بره قرص بخره، میخواد کارشو، به منظر اینکه این جایگزین عمله. ببینید بحثم اینه که اگر ما فکرهای آزاردهنده میاد تو سرمون، فکرهایی که همه آدمای سوگوار میدونن چیه، اون فکرهایی که بعضیش هم خطرناکه، نباید نگران شیم، نباید فکر کنیم ما عقلمون رو از دست دادیم. این فانتزی ها که خیلیش هم فانتزی های بدیه، در واقع مقدمه عمل نیست، جایگزین عمله. ما این فانتزی رو میسازیم که اون کارهای خطرناک رو نکنیم. میدونید باز چیز دیگه که تو سوگ رخ میده اینه که ما ممکنه مثلا میدونید خیلی زیاد بخوابیم، یا یعنی که اصلا نخوابیم، یعنی خواب به دو صورت تحت تاثیر قرار میگیره. درسته، بعد بذاریم انجام شه، اگه زمان بهش بدیم. باید زمان بدیم که این اتفاق سیرش رو طی کنه. و در واقع من میخوام بگم ما دو جور افسردگی داریم، یکی افسردگی پاکه، یکی افسردگی ناپاکه. افسردگی پاک اینه که ما افسرده ایم، و افسرده ایم چون حقمونه که باشیم، میدونید، چون سوگ دیدیم، اینو به رسمیت میشناسیم. اما افسردگی ناپاک اینه که ما افسرده ایم و خشمگینیم یاده... که چرا افسرده. حالا من شعر از رو نمیتونم بخونم، میخوام از حفظ بخونم. چقدرم خوب. یاد یه حکمت کهنی میفتم که نوشته فرزانه، گفته هنگام غم آرام باقی میماند، رویدادها رخ میدهند و او به آنها اجازه روی دادن میدهد. چیزها ناپدید میشوند و او به آنها اجازه ناپدید شدن میدهد. او داراست بدون آن که مالک چیزی باشد. آفر همین. آره دقیقاً همین. خیلی خوب، خیلی خوب. من مطمئنم از بحثتون بخش زیادیش مونده. میشه بقیه رو بذاریم برای برنامه بعدی. ولی تا اینجا فقط یه جمع‌بندی کوچولو بکنم، بعد باز برنامه بعدی میخوام یه ذره راهکارهای عملی تر بگم. ما اولین راهکاری که الان داریم میگیم اینه که ما باید سوگ رو به رسمیت بشناسیم. جهان مدرن سوگ رو به رسمیت نمیشناسه. جهان مدرن اندوه رو یک آرزه میدونه که باید درمان شه. ولی من میگم اندوه بخشی طبیعی از فرایند زیستن ما در این سیار است، باید به رسمیت شناخته شه، و این اتفاقا کمک میکنه که رد شه و در واقع زودتر به التیام برسه. میخوام بگم اگه سوگ دیدیم احساس نکنیم این پایان راهه. آدم های زیادی این رو دیدن و خوبه که ما تجربه های اونها رو هم بدونیم. آدم وقتی سوگ میبینه زیاد میخوابه، فکرهای خطرناک میکنه، سردرگم میشه، ذهنش خوب کار نمیکنه، چیزای قبلی که التیامش میده التیامش نمیده. این بزرگترین رنجیه که یک انسان میتونه بکشه و عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست. خیلی خیلی متشکرم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. متشکرم از شما. توضیحاتتون. خواهش میکنم. و خدا نگهدارش. خدا نگهدارش.